واسه اینکه نرم افزار بتونه دیوار برشی ها رو طراحی کنه قبل از اینکه ما هر کاری انجام بدیم، بهتره که دیوارها رو نامگذاری کنیم و ستون هایی که متصل هم به دیوار برشی ها رو دوباره نامگذاری کنیم تا نرم افزار بتونه که دیوار برشی ها رو طراحی کنه. خب ما میایم دیوار برشی ها رو انتخاب میکنیم، مثلا اولین دیوار برشی راستای F مونه، Elevation F رو میاریم، اوکی میکنیم، دیوار برشی ها رو انتخاب میکنیم. مربوط به این راستا رو انتخاب میکنیم. اسمشو میذاریم چی؟ واسه نامگذاری. میایم تو قسمت اساین شل و پایر لیبل رو انتخاب میکنیم. یه پایر داریم، P1 داریم، ادش میکنیم به نام P1، سیف شد. یه add new name میزنیم به نام P2، add میزنیم، 4 تا دیوار برشی داریم، P3 و P4، add میکنیم، اوکی میکنیم. خب اوکی رو که کردیم، حالا ما دیوار برشی ها رو انتخاب کردیم. دیوار برشی یه ردیف رو انتخاب کرد، ردیف F، اسمش رو میذاریم P1، اوکی میکنه. ببینین P1 بهش اختصاص داده شد. بعد ما باید ستونهای کنار دیوار برشی هم چون با هم درگیر هستن یک پایر اختصاص بدیم. پس ستونهای کنار دیوار برشی رو انتخاب میکنیم، دونه بدونه. حواستون باشه که دیوار دوباره انتخاب نشه، فقط ستون انتخاب بشه. خب ستون ها رو انتخاب میکنیم و از منوی اساین فریم پایر لیبل رو انتخاب میکنیم، P1 اختصاص بدیم، اوکی رو میزنیم. ببینیم که ستونایی که متصل به دیوار برشی P1 بود نیست، P1 اختصاص داده شد. خب دوباره همین کار رو واسه یه دهنه دیگه که دهنه شماره 2 امون هست انجام بدیم. Elevation رو میزنیم، Elevation شماره 2 رو میاریم و دوباره دیوار برشی ها رو انتخاب میکنیم و میایم از منوی اساین شل و پایر لیبل رو انتخاب میکنیم، نام P2 رو بهش اختصاص میدیم، اوکی رو میزنیمش رو حالت آل استوری که یه دونه ستون رو انتخاب میکنیم کل ستون ها انتخاب بشه. دوباره این ورم انتخابش میکنیم، میام از منوی اساین فریم پایر لیبل رو انتخاب میکنیم و نام P2 رو بهش اختصاص میدیم. دهنه بعدی، دیوار برشی بعدی راستای شماره 4 مونه. خب واسه راستای شماره 4 ما میایم الیویشن 4 رو میاریم، دیوارا رو انتخاب میکنیم، منوی اساین رو میزنیم، شل فایر لیبل P3 رو بهش اختصاص میدیم، اوکی میکنیم. ستونا رو انتخاب میکنیم، ستونای متصل به دیوار رو، اساین فریم پایر لیبل و P3 رو اختصاص میدیم. یه دونه دیگه دیوار برشی داریم در راستای شماره A، اوکی میکنیم،
دیوار برشی ها رو انتخاب میکنیم. و این دیوار برشی هم به همچنین. از منوی Assign Shell Fire Label پیچ ها رو بهش اختصاص میدیم. اوکی رو میزنیم. ستون ها رو انتخاب میکنیم. ببینید تمام ستون های این ردیف انتخاب شد. Assign Frame Fire Label و پیچ ها رو اختصاص میدیم. خب این هم از نامگذاری دیوار برشی ها که ما اومدیم دیوار برشی ها رو در راستاهایی که بود یه نامگذاری خاصی بهشون اختصاص دادیم و ستون هایی که متصل به همون دیوار برشی بودن نیز همون اسم اختصاص دادیم تا بتونه نرم افزار واسه طراحی که ما نیاز داریم بهش بتونه دیوار برشی ها رو با استفاده از ستون هایی که متصل به اون هستن طراحی